سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید علی قمبری مدیر عامل شرکت تخصصی بازرگانی دولتی ایران از احتمال گران شدن نان در سال جاری خبر داد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا علی قنبری در هاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان و در جمع خبرنگاران در مورد اصلاح قیمت نان گفت با اصلاح قیمت نان و پرداخت یارانه به مردم ضمن کاهش زایات نان از مفاسد و رانتی که به دلیل دوگانگی قیمت گندم و آرد ایجاد می شود جلوگیری خواهد شد وی تأکید کرد که لازم است قیمت نان به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند اما به نحوی که به مردم فشاری وارد نشود احتمال افزایش قیمت نان در شرایطی مطرح می شود که چندی پیش حسین راغفر از رسیدن خبر فقر خانواده های در تهران خبر داد که درآمدی زیر دو میلیون و پانصد هزار تومان دارند دادگاه عمومی اتحادیه اروپا حکم به لغو تحریم هایی داد که اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود. حکم این دادگاه بدوی بوده و اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر کند تخمین زده می شود که کمتر از ده میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده باشد دادگاه اتحادیه اروپا قبلا نیز حکم به لغو تحریم چندین بانک و شرکت ایرانی داده و اشاره کرده بود که اتحادیه اروپا از ارائه مستندات لازم به دادگاه به خاطر اجتناب از افشای منابع جمعآوری اطلاعات خودداری کرده است. مذاکره کننده ارشد آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند جامعه جهانی را قانع کند که توانایی کنونی غنیسازی اورانیومش قابل قبول بشود در خبری دیگر کشورهای غربی اعلام کردند که جمهوری اسلامی برای رفع تحریم ها باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک از روز چهارشنبه 26 شهریور بار دیگر در نیویورک گفتگوهای خود را از سر گرفتند هرچند که احتمال ضعیفی وجود دارد که در این دور از مذاکرات پیشرفتی حاصل شود وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا میگوید جامعه جهانی با تعلیق و پایان دادن به تحریم های جمهوری اسلامی فقط در صورتی موافقت خواهد کرد که ایران برای آن که نشان دهد برنامه هسته ای آن کاملا صلح‌آمیز است و در آینده نیز این گونه خواهد بود گامهای های کننده ای بردارد از سوی دیگر معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد حفظ حقوق مردم خط قرمز ماست که مصالحه نخواهیم کرد عباس عراقچی درباره خوشبینی به مذاکرات در نیویورک گفت در این باره که بتوانیم در نیویورک به جنبندی نهایی برسیم و به توافق دست یابیم با توجه به حجم زیادی که از مذاکرات باقی مانده است این امر را خیلی بعید میدانم در خبری دیگر نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با رادیوی NPR آمریکا طی سفر اخیر خود به نیویورک گفته است اگر رسیدن به هر توافق اتمی را با نرسیدن به هیچ توافقی مقایسه کنید ترجیحاً رسیدن به نوعی توافق بسیار بهتر است. این گفته در حالی است که کسانی مانند جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کردند هدف رسیدن به یک توافق کامل است. آقای کری سال گذشته گفته بود ما نیاز به یک توافق خوب در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی داریم و توافق خوب بدین معنی است که کاملا معتبر باشد به گونه ای که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران با اقداماتی محک زده شود او در مهر گذشته نیز گفته بود توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی با این کشور است محمد جواد ظریف در گفتگوی خود میگوید تهران برای رسیدن به توافق آماده است اشتباهات را در گذشته آزموده ایم و همچنان معتقدیم این توافق ممکن است به گفته ظریف مسئله این است که این موضوع چگونه برای مصرف داخلی ارزه خواهد شد اول از همه در آمریکا و حتی کشورهایی در اروپا چرا که برخی تمایلی به رسیدن به هیچ توافقی با ایران را ندارند و در تحولی دیگر هم قدرت های غربی اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی خواستار توافق جامع و رفع تحریم های بین المللی است باید درباره تحقیقات مزنون به ساخت بمب هسته‌ای با آژانس بین المللی انرژی همکاری کند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند که نگران کند پیش رفتن بررسی های آژانس درباره اتهامهای های مربوط به تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای طراحی و ساخت بمب اتمی است تهران این ادعا را رد کرده است آژانس در گزارشی که روز 14 شهریور منتشر شد گفت که آخرین تلاش های صورت گرفته برای تحقیق پیرامون ابهامات برنامه هسته ایران پیشرفتی نداشته است جمهوری اسلامی در ماه فوریه مطابق با بهمن ماه پارسال موافقت کرد تا درباره از سرگیری تحقیقات پیرامون این ابهام ها با آژانس همکاری کند آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاع از سوی تهران در خصوص چاشنی های انفجاری شده که در ساخت بمب هسته ای کاربرد دارند همچنین استفاده از مبدل های با قدرت انفجاری بالا که برای انفجارهای هسته استفاده می شود و مطالعات ادعایی در خصوص محاسبه شدت انفجار اتمی از دیگر مواردی هستند که آژانس خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی به آنها شده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بار دیگر روز 24 شهریور در گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ایران هنوز به دو تعهد از پنج تعهدش برای شفاف سازی برنامه هسته‌ایش عمل نکرده است به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا در بیانیه گفت از پیشرفت بسیار محدود در تحقیقاتی که گزارش آژانس به آن اشاره شده سرخورده شده است در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا تاکید دارد که حل و فصل همه مسائل مطرح برای دستیابی به توافقی جامع حیاتی است شش کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در قالب گروه پنج به علاوه یک در تلاش هستند که در گفتگو با ایران به توافقی جامع در زمینه حل و فصل ده سال اختلاف بر سر ماهیت برنامه هسته‌ای تهران دست پیدا کنند. طرفین تا سوم آذر امسال فرصت دارند که این توافق را نهایی کنند. خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران نوشته است ایجاد مانع بر سر راه تحقیقات آژانس میتواند تلاش های قدرت های بزرگ برای رسیدن به توافق نهایی را با پیچیدگی بیشتر روبرو کند. لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس نیز در گفتگو با خبرنگاران پیام اتحادیه اروپا را به نحوی دیگر بازتاب داد و گفت نگرانی ما درباره پیشرفت آهسته ایران و جنبه های احتمالا نظامی برنامه هسته ایران پابرجاست و وی افزود ما از ایران می خواهیم که به تعامل خود با آژانس سرعت دهد به عنوان بخشی از این راه حل جامع نگرانی های پیرامون جنبه های احتمالا نظامی برنامه اتمی ایران باید رفع شود نماینده آمریکا اظهار داشت تنها زمانی که این اتفاق رخ دهد آن موقع میتوان توان اطمینان حاصل کرد که برنامه هسته ایران کاملا صلح بوده و صلح هم باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در مرداد پارسال قول داده است که با آژانس برای بستن پرونده های مربوط به برنامه هسته خود همکاری کند. تهران در یک سال گذشته با قدرت های بزرگ به توافقی موقت در ژنو دست یافت که بر اساس آن چهار میلیارد و دیویست میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده اش آزاد شد و در مقابل برخی از فعالیت های خود از جمله غنی سازی 20 درصدی را به حال تعلیق درآورد. طرفین در تیر ماه امسال این توافق را برای چهار ماه دیگر تمدید کردند و قرار شد که دو میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی ایران بار دیگر آزاد شود نشست رسمی جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک قرار است امروز جمعه در نیویورک برگزار شود میزان غنیسازی اورانیوم تعداد سانتریفیوش های ایران نحوه لغو تحریم ها علیه تهران طول مدت زمان توافق تأسیسات غنیسازی فوردو موضوع تی پی ام دی موضوع نظارت ها و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز راکتور را آب سنگین عراق مهمترین اختلافات جمهوری اسلامی و پنج به یک است. علی رضا زاکانی نماینده مجلس و از فرماندهان سابق بسیج حضور میدانی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق را که با هدف جلوگیری از پیشروی گروه داعش صورت میگیرد تایید کرد و اضافه کرد که اگر حاج قاسم سلیمانی چند ساعت دیرتر به بغداد میرسید بغداد سقوط میکرد همانطور که اگر الگو و اراده جمهوری اسلامی نبود سوریه هم سقوط میکرد دو روز پیش نیز محمد علی جعفری فرمانده سپاه به طور تلویحی حضور نیروی قدس در کشورهای عراق سوریه و لبنان را تایید کرد علیرضا زاکانی در این باره گفته است که در یمن حادثه ای عظیمتر و بزرگتر از لبنان در حال وقوع است وی به نقل از یک تحلیلگر سیاسی افسود امروز انقلاب اسلامی سه پایتخت کشورهای عربی را در اختیار دارد و تا چند وقت دیگر صنعا را نیز گرفته و سیستم یک پارچه سازی مسلمانان را اجرایی خواهد کرد همزمان با اعلام قطعی شدن سفر رئیس جمهوری به نیویورک اقداماتی در قوه قضایی برای ناکام گذاشتن این سفر در جریان است وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت بنا به اطلاعاتی که از سوی منابع مطلع در اختیار این سایت قرار گرفته است بعد از انتشار گزارش حقوق بشری دبیر کل سازمان ملل در مورد ایران که خشم اقتدارگرایان را موجب شد و همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل سناریویی در دست تهیه است تا همزمان با این سفر برخورد جدیدی با حدود پنجاه زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین صورت گیرد تا با نارامی و حتی اعمال خشونت جنجال جدیدی ایجاد و این سفر به چالش کشیده شده و موقعیت دولت تضعیف شود ماجرای خاطره هاشمی از دیدار 45 سال پیش با مصباح یزدی به بازخانی سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی رسید در این خصوص سایت آقای رفسنجانی اصارات آقای خمینی را منتشر کرده که طی آن آیت الله خمینی تلویحا خطاب به کسانی همچون چون مصباح یزدی که معتقد به مبارزه با شاه نبودند گفته است مقدس نماهای بیشعور می گفتند مبارزه با شاه حرام است پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی در واکنش به روایت محمد تقی مصباح یزدی از دیدار علی خامنه ای هاشمی رفسنجانی و آقای قدوسی با مصباح یزدی در سال 48 مصلبی با تیتر مقدس نماهای بیشعور می گفتند مبارزه با شاه حرام است منتشر کرده است. روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی مصباح یزدی پس از انتشار سخنان هاشمی رفسنجانی در جمع خانواده قدوسی بخشی از گفتگوی مصباح با اسکرولادی را نیز منتشر کرد سایت هاشمی رفسنجانی در این خصوص نوشته بود رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در دیدار بیت قدوسی به بیان خاطره ای از همراهی با آقای خامنی برای مجاب کردن محمد تقی مصباح یزدی برای ادامه مبارزه با رژیم شاه در سال 48 پرداخت که می گفت من دیگر مبارزه نمی کنم. مبارزه حرام است. می خواهم کار علمی و فرهنگی کنم. پاسخ سایت مصباح یزدی به این سخنان انتشار گزیده ای از یک دیدار بود. دیداری که مصباح یزدی خطاب به حاشمی رفسنجانی گفته بود آقای هاشمی من طلبه ای هستم که دقدقه اسلام است. اگر این یک حرکت اسلامی است و بناست کاری برای اسلام انجام شود بنده هستم. حال بنده در این جبهه ضد امپریالیسم باید چه کنم؟ آقای هاشمی گفته بودند ما باید با تمام گروههایی که ضد امپریالیسم هستند از مارکسیست ها مجاهدین طرفداران شریعتی تا طرفداران صالحی نجف آبادی و دیگران اتحاد داشته باشیم و مخالفت ها را کنار بگذاریم و فقط با امپریالیسم مبارزه کنیم مصباح در ادامه گفته است به آنها گفتم از من چه میخواهید و پیشنهادتان چیست آنها گفتند بیا و با مجاهدین همکاری کن گفتم من آنها را نمیشناسم تا آنها را نشناسم همکاری نمیکنم گفتند ما میشناسیم نماز شبشان ترک نمی شود، ماهیان دوازده هزار تومان حقوق میگیرند و از این مقدار فقط 500 تومانش را مصرف و بقیهش را صرف مبارزه می کنند. چنینند و چنانند. در ادامه این خاطر آمده است از اول تا آخر این گفتگو مقام معظم رهبری هم نشسته بودند و هیچ نمی گفتند و فقط صحبت های آقای هاشمی بود و جوابهای بنده. پس از این گفتگو آقای هاشمی با ناراحتی منزل ما را ترک کردند و رفتند. بیان شد که سلیقه بنده اینگونه است و این در حالی بود که بسیاری از دوستان ما در آن جبهه به اصطلاح ضد استعماری شریک بودند البته کمک های آقای هاشمی به منافقین را نیز نباید فراموش کرد چه پولهایی که با آنها داد بازخانی این سخنان از سوی سایت مصباح یزدی اما با بازخانی تند سایت هاشمی از سخنان خمینی مواجه شد این نوشت امام خمینی در منشور تاریخی روحانیت ضمن بیان نگفته های از دوران مبارزه و خوندل های آن ایام تاکید فرمودند دیروز مقدس نماهای بیشعور می گفتند مبارزه با شاه حرام است و مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان مفید و راه است. امروز یک مرتبه متدین شدند و فریاد وا اسلاما سر می دند. روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می و سر به آستانی دربار می ساییدند یک مرتبه متدین شده و به روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت میزنند. می زنند. طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیبه مقدس معابی و دین فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شدند. در همین حال روز گذشته سید حمید روحانی از نزدیکان مصباح و رئیس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر که در سالهای اخیر مقاله و سخنرانی های متعددی علیه هاشمی انجام داده در واکنش به خاطرات هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری تسنیم گفته بود اگر واقعا این اظهارات از آقای هاشمی درباره آقای مصباح بوده باشد عجیب است چرا که خود ایشان هم میدانند که آقای مصباح از شاگردان ممتاز و مبارز حضرت امام بود که از آغاز نهضت مبارزه امام را یاری در واکنش به این اظهارات محمد هاشمی برادر اکبر حاشمی رفسنجانی به سایت تدبیر گفته است کسانی که سعی دارند خاطرات حاشمی را مختوش جلوه دهند از افشای این خاطرات وحشت دارند برادر هاشمی همچنین گفت آنها از مواردی که هاشمی میداند وحشت دارند به همین دلیل است که دائما سعی دارند خاطرات هاشمی را زیر سوال ببرند و بگویند برای نقض آن اسناد و مدارک داریم هاشمی اطلاعات زیادی دارد از ابتدا با امام بوده است و نسبت به اشخاص و مسائل اطلاعات دقیقی دارد سینه آقای هاشمی در حقیقت گنجینه اسناد انقلاب آن هم به روایت امام است این افراد کسانی هستند که از افشای این اسناد وحشت دارند این افراد می دانند که اگر هاشمی چیزی بگوید ممکن است خیلی مسائل رو شود گفتن است ماجرای جدال سایت های مصباح یزدی و هاشمی رفسنجانی به دور سوم رسیده و البته سایت هاشمی در این مسیر از رقیب پیشتاز است حال باید منتظر بود و دید واکنش بعدی حامیان محمد تقی مصباح یزدی و یا خود وی به این جدال خاطره ها چه خواهد بود الیوت انگل از اعضای کنگره آمریکا در واکنش به مصاحبه حسن روحانی با شبکه NBC گفت این تنظامیز است که جمهوری اسلامی یعنی بزرگترین حامی مالی تروریسم در جهان میخواهد به ما در این مورد پند و اندرز بدهد آقای انگل از اعضای حزب دموکرات آمریکا در این گفتگو که روز 18 سپتامبر در سایت ام بی سی منتشر شد افزود مالکی آدم جمهوری اسلامی در عراق بود و مشکلی که ما امروز با گروه خلافت اسلامی داریم به دلیل روش حکمرانی مالکی بود که به سنی ها نقشی در اداره حکومت نداد. جانکری وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا گفته بود که ایالات متحده حاضر به بحث و جدل با جمهوری اسلامی درباره کمک به مبارزه با گروه خلافت اسلامی نیست. نیروهای گروه تروریستی داعش در یک پیشروی سریع به سوی شهر کردنشین عین العرب در شمال سوریه 16 روستای کردنشین را در این منطقه و در نزدیکی مرز ترکیه اشغال کردند به گفته اوجلن ایسو یکی از فرماندهان نیروهای کرد در شهر عین العرب داعشی ها به سلاح های سنگین از جمله تانک مجهز هستند به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای کرد در شهر عین العرب که به کردی کوبانی خوانده می شود از همه احزاب کرد از جمله حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا برای عقب راندن نیروهای خلافت اسلامی کمک خواستند سازمان ملل متحد میگوید به 44 میلیون دلار کمک فوری برای تأمین مایحتاج آوارگان سوری نیازمند است. سازمان ملل هشدار داده آنچنانچه این کمک فوری تا ماه اکتبر تأمین نشود این سازمان ناچار است به میزان چهل درصد از کمک های غذایی به آوارگان بکاهد جزیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در ترکیه مهستان بختیاری پیرامون بررسی رویدادهای سوریه و آخرین تحولات در این کشور بحران زده باید اشاره بکنم به چند رویداد تازه نخستان که به نظر میرسه شرایط برای آوارگان سوری سختتر از گذشته خواهد شد چرا که در آخرین خبر در این رابطه سازمان ملل متحد اعلام کرده که به دلیل اینکه کمک های مالی برای آوارگان سوری کاهش پیدا کرده این سازمان ناچار هست تا میزان 40 درصد کمک های به این آوارگان رو کاهش بده رئیس دفتر کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد در این رابطه گفته در حال حاضر 44 میلیون دلار کمک فوری نیاز داریم تا بتونیم مایحتاج مورد نیاز این آوارگان رو تامین بکنیم و اگر این هم ممکن نشه این سازمان ناچار خواهد شد از ماه اکتبر کمک های قضایی به آوارگان رو کاهش بده اما در خبری متفاوت در روزنامه وطن ترکیه طی گزارش عنوان کرده که امریکا قصد داره یک کمک 250 میلیون دلاری رو در اختیار کشورهای میزبان آوارگان سوری قرار بده روزنامه وطن در این گزارش می که سفارت امریکا در عمان طی اطلاعی این موضوع رو اعلام کرده بر اساس این خبر کشورهای همسایه سوریه که امریکا قصد کمک مالی به اونها رو داره شامل ترکیه، عراق، اردن، لبنان و مصر خواهد بود از جمله در این ارتباط 47 میلیون دلار از این مبلغ به ترکیه اختصاص پیدا خواهد کرد و باز هم در ارتباط با سوریه متاسفانه گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرده که در پی اجرای برنامه واکسیناسیون کودکان سوری در استان ادلب دوازده کودک جان خودشون رو از دست دادن مرگ این کودکان در فاصله 15 دقیقه پس از تزریق واکسن سرخک رخ داده هرچند هنوز علت مرگ مشخص نیست اما برخی ها استفاده از واکسن تاریخ مصرف گذشته رو در این باره دلیل مسمومیت عنوان کردن موضوعی که البته اپوزیسیون سوریه اون رو رد کرده و گفته این واکسن ها از سوی سازمان بهداشت جهانی در اختیار آوارگان قرار گرفته اما در این ارتباط هم سازمان بهداشت جهانی طی بیانی از این اتفاق ابراز تاسف کرده و بلافاصله فاصل اکیبی رو برای تحقیق در این زمینه به سوریه اعزام کرده و در رویدادی دیگر در مجلس نمایندگان امریکا طرح دولت مبنی بر کمک مالی 500 میلیون دلاری به مخالفان میان روی بشار اسد تصویب شده جدا از اینکه حالا این موضوع خبر خوشایندی برای مخالفان اسد خواهد بود اما آنچه موجب نگرانی در میان کارشناسان و برخی محافل سیاسی شده آن است که در شرایط کنونی تقریبا حدود 1500 گروه ریز و در سوریه فعالیت نظامی دارند که جملگی هم ادعای مخالفت با اسد رو دارند از این رو تشخیص اینکه در میان انبوهی از این گروه های ریز و دروش نظامی کدام یک میان روح هست دشوار خواهد بود و این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که بخشی از این کمک مالی امریکا ناخواسته به دست گروه های تندرو و رادیکال اسلامی برسه ویدیو تازه از یک مرد بریتانیایی منتشر شده که به نظر میرسد در اسارت گروه تروریستی داعش است فرد حاضر در این ویدیو با خطاب قرار دادن شهروندان کشورهای غربی گوید که قصد دارد حقایقی را درباره گروههای جهادی که در عراق و سوریه حضور دارند بیان کند این فرد که در لباسی نارنجی دیده می شود می گوید او و دیگران توسط دولت های آمریکا و بریتانیا رها شدند و میپرسد که چرا این دولت ها مشتاق به درگیر کردن خود در جنگی دیگر هستند در این ویدیو فردی از اعضای گروه داعش دیده نمی شود و به نظر می رسد تهدیدی متوجه فرد حاضر در ویدیو نیست. خبرگزاری فرانسه فرد حاضر در ویدیو را یک عکاس خبرنگار آزاد به نام جان کنتیل معرفی کرده است. آی کنتیل پایی پاییز دو سال پیش در سوریه ربوده شده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مواضع دولت فرانسه را نسبت به اوضاع خاور میانه تشریح کرد محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش میدهد روز گذشته چهارمین کنفرانس مطبوعاتی آقای اولاند در برابر بیش از 400 روزنامه نگار فرانسوی و بین المللی انجام گرفت و طبیعتاً به مهمترین مسائل داخلی و خارجی پرداخته شد. اهمیت در اینکه همین امروز صبح ساعت 9 و دقیقه اولین عملیات نظامی هوایی فرانسه در عراق انجام گرفت و آقای اولان در یک بیانیه رسمی ساعتی پیش اعلام کرد که همانطور که دیشب گفتم هواپیماهای رافال فرانسه امروز اولین عملیات نظامی خود را با موفقیت در عراق علیه گروه تروریستی داعش انجام دادند و همینطور عملیات در روزهای آینده ادامه خواهد داشت به همین دلیل ما از این کنفرانس کنفرانس دیروز آقای اولاند بخشی رو از این سخنان برای شما منعکس میکنیم که به این مسئله بیشتر پرداخته روی هم رفته باید گفت که این مراسم دو ساعته آقای اولاند و سخنرانی و پرسش و پاسخ با روزنامه نگاران نه به دفاع از کارنامه گذشته او و یا به امید آینده پرداخت بلکه واقعیت های موجود رو به قضاوت گذاشت و طبیعی هم بود که بخش زیادی رو به مسائل اختصاصی های اولاند اختصاص بده در مورد سیاست خارجی و جمله تحویل دو ناو میسترال به روسیه هم آقای اولاند گفت که شرایط اون هنوز فراهم نشده این بار آقای اولان خیلی هم از زبان تخصصی استفاده نکرد تا گفته هاش بیشتر برای مردم قابل نظر و سنجش باشه در مورد داعش و خطرات تروریسم افراتیون مذهبی دیروز بعد از ظهر آقای اولان گفت وقتی بشار اسد آن زمان از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد حالا دیگران سلاحها وجود ندارند ولی تروریسم وجود دارد مرزهای زیادی رو تصاحب کرد از جمله در عراق و این گروه تروریستی مخالفینشون رو میکشند اقلیت های مذهبی خصوصا مسیحیان رو فراری میدن و جنایات فراوان مثل سربریدن روزنامه نگاران تعداد پناهندگان به دو میلیون رسیده و تعداد قربانیان به دویست هزار تن دایش های تروریست مردمان ملل دیگر رو جذب خود کردند از همین فرانسه هزار تن یا ملیت فرانسوی دارند و یا تابع فرانسوی اینها می توانند شستشوی مرزی بشوند و دوباره به فرانسه برگردند نمونهش موزه یهودیان بروکسل رو که به یاد داریم آقای اولان گفت فقط اراق نیست که مورد تهدید قرار گرفته خاور میانه و همینطور اروپا البته جمعه پیش آقای اولان وقتی که در اراق به سر برد اظهار داشت که آقای بارزانی در اونجا به من گفت وقتی ما یک تانک تروریست ها رو گرفتیم در اون یک روس یک آلمانی یک چک و یک لیبیایی رو در آن یافتیم از بخش پرسش و پاسخ ها و همینطور گفته های آقای اولان بگذاریم همونطور که گفتم خبر مهم امروز دخالت نظامی فرانسه در عراق است که گفته شد به خواست دولت اراق و مشورت دول جهانی قرار گرفت پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواستار کمک های نظامی بیشتر واشنگتن به کیف شد. آی پروشنکو که به آمریکا سفر کرده از ضمن اشاره به نیاز ارتش اوکراین به تجهیزات نظامی بیشتر گفت با پتو نمیتوان جنگید و پیروز شد. رئیس جمهوری اوکراین از نمایندگان کنگره خواست تا وضعیت امنیتی ویژه‌ای برای این کشور در نظر بگیرند. پیش از اظهارات آقای پروشنکو، آمریکا از اعطای 53 میلیون دلار کمک تازه به اوکراین خبر داده بود. با شدت گرفتن اپیدمی بیماری ابولا، دولت سیرالئون دستور داد که 6 میلیون مردم این کشور به مدت سه روز از خانه‌های خود خارج نشوند. ذخیره مواد غذایی نیز در این کشور رو به اتمام است این یکی از بی سابقه ترین مقرراتی است که تاکنون در مبارزه ناامیدانه با اپیدمی ابولا وضع شده است سیرالئون در غرب آفریقا 6 میلیون نفر جمعیت دارد حدود ده خانه تاریخی با ارزش و منحصر به فرد جهانی در شیراز تخریب شد. مسئولان جمهوری اسلامی علت تخریب این بناهای تاریخی را به جهت توسعه حریم دو امامزاده عنوان کردند حدود ده خانه قدیمی و تاریخی در شیراز تخریب شد این خانه های تاریخی که قدمت برخی از آنها به دوره ایلخانی باز می گردد در محله اسکندری شهر شیراز قرار دارد ایلخانان یا ایلخانیان نام سلسله ای از فرزندان چنگیزخان مغول است که از سال 654 تا 750 هجری قمری در ایران حکومت می کردن. از جمله آثار تاریخی باقی از این دوره در ایران گنبد سلطانی است که در فهرست جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. به گزارش رسانه های ایران این خانه ها در راستای طرحی با عنوان بین الحرمین که بناس دو امامزاده شاهچراغ و علای حسین در شیراز را به هم وصل کنند تخریب شده. محل دفن احمد برادر علی ابن و امام هشتم شیعیان مشهور به شاهچراغ یکی از زیارتگاه های شیعیان است. محل دفن سید علایالدین حسین فرزند امام هفتم شیعیان نیز از دیگر اماکن زیارتی شیعیان در شیراز است در مسیر میان این دو امامزاده در جنوب شرقی شیراز که مسافت یک کیلومتری است یک پروژه عمرانی 57 هکتاری در حال اجراست خبرگزاری ایسنا خبر داده که تخریب شبانی این خانه های تاریخی از سه روز پیش آغاز شده و تنها در روز اول پنج امارت تاریخی تخریب شدند رضا گلگلی دبیر انجمن معماران ایران در گفتگو با این خبرگزاری خانه پورنواب متعلق به دختر فتلی شاه را از جمله خانه های تخریب شده ذکر کرده است به گفته آقای گلگلی از سال 73 تا کنون های زیادی با هدف ایجاد بین الحرمین در شهر شیراز صورت گرفته است در همین حال مصیب امیری مدیر کل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس این تخریب ها را غیر قانونی دانست و گفت این سازمان از تخریب کنندگان این بناها به مراجع قانونی شکایت کرده است مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران نیز در پنج نامه جداگانه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی وزیر کشور دادستان کل کشور استاندار فارس و تولیت آستان شاهچراغ خواستار توقف آنی روند تخریب بافت تاریخی شیراز شده است وی در این نامه ها اجرای هر طرح توسعه و عمرانی در بافت تاریخی را منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی نظیر سازمان میراث فرهنگی شورای عالی معماری و شهرسازی و داشتن طرح مصوب دانست در طول یک سال گذشته نیروی انتظامی نیز تعدادی از خانه های قدیمی و ارزشمند بافت تاریخی شیراز را به این دلیل که معتادان در آنها رفت آمد داشتند تخریب کرده است خبرگزاری دانشجو به نقل از یک منبع آگاه از بررسی پرونده وزارت ارتباطات و ارشاد در موضوع فیلترینگ سایت های خبری توسط قوه قضایی خبر داده است این خبرگزاری نوشته شکایت های از طرف از سوی افراد حقیقی و حقوقی در خصوص فیلترینگ غیرقانونی فیلترینگ غیرقانونی سایت های خبری به دیوان عدالت اداری و دادسرای فرهنگ و رسانه ارجا شده است وزارت ارشاد چند روز پیش اعلام کرد که مستقیما نسبت به فیلترینگ سایت ها اقدام می کند موضوعی که با واکنش تند قوه قضایی روبرو شد به پایان خبر امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما شاد و سرفراز باشید